16 فروردین تا 16 اردیبهشت مصادف با ماه آوریل به نام ماه جهانی آگاهی بخشی اوتیسم نامگذاری شده. اختلالی عصبی رشدی که باعث می شود بخش های مختلف مغز در همکاری با یکدیگر دچار مشکل شوند. این اختلال در 3 سال اول زندگی بروز پیدا می کند و همیشگی است. ویژگی اصلی آن نقص در ارتباط اجتماعی، بروز رفتارهای کلیشه‌ای و محدود بودن تنوع رفتار و حرکت فرد است. طیف اوتیسم از شدید تا خفیف متغیر است. زمانی تصور می‌شد ضربه شدید به سر می‌تواند منجر به بروز اوتیسم شود. احتمال دیگر آن است که چندین ژن و ترکیب با عوامل محیطی در ایجادش دخیل باشند. برخی مطالعات هم نابهنجاری‌هایی در چندین ناحیه مغزی را نشان داده‌اند. میزان شیوع اختلالات طیف اوتیسم در 2 دهه گذشته در جهان افزایش داشته است. تاکنون مطالعه جامعی در زمینه شیوع اوتیسم در ایران انجام نشده، اما برخی مطالعات نشان می‌دهد گستره شیوع آن در کشور ما 1 کودک از هر 150 کودک است. اوتیسم چه علائمی دارد؟ یکی از علائم اوتیسم اختلال در ارتباطات اجتماعی است. کودکان مبتلا گرایش کمی به چهره انسانی و تماس چشمی دارند. در درک احساسات دیگران مشکل دارند و قادر به همدلی با آنها نیستند. آنها در مراحل ابتدایی رشد کمتر به دیگران نگاه می کنند. به اسم خودشان واکنش نشان نمی دهند. در مقابل لبخند دیگران کمتر لبخند می زنند و ارتباط غیر کلامی برقرار نمی کنند. مثلا نمی توانند به اشیای مورد علاقه خود اشاره کنند. نیمی از این کودکان هرگز از گفتار برای ارتباط استفاده نمی کنند و در صورت استفاده هم دچار مشکلات دیگری می شوند. تقریبا نیمی از آنها هوش پایینی دارند و در برخی از این کودکان هم هوش جزیره‌ای وجود دارد، یعنی کودک در 1 یا چند زمینه توانایی قابل توجهی دارد. این کودکان با وسایل ارتباط بهتری برقرار می کنند. حرکات تکراری بی هدف مثل تکان دادن دست‌ها، راه رفتن روی انگشتان پا، ردیف کردن یا چرخاندن اشیا هم در آنها دیده می شود. آنها از وسایل و افراد جدید به شدت می ترسند و نمی توانند بازی های اجتماعی انجام دهند. این اختلال بیماری محسوب نمی شود و درمان دارویی قطعی ندارد، اما توان بخشی به فرد کمک می کند مهارت و زندگی مستقلی داشته باشد. در واقع افراد دارای اوتیسم دنیا را متفاوت از دیگران می بینند، می شنوند و حس می کنند. اوتیسم را بشناسیم. به افراد مبتلا به این اختلال انگ نزنیم و آنها را بیشتر درک کنیم.